من خودم خیلی آدم آرومیم. یه جمله میگم خیلی ساده است، شاید به بعضی از دوستان حالا بر بخوره. آدم ها چیزهایی رو میبینن که دوست دارن. من کلن دوتا فیلم هم این شکلیه و کاملا کاراکتراش متفاوته با هم. فیلم ملی و فیلم مستانه. مستانه داستانش، شخصیتش، کاراکترش که آدم خیلی یه مدل دیگه است، این از لحاظ روانشناسی. داستان بازیگر فیلم ملی هم همینطور. حریم شخصی اینطور نیست؟ حریم شخصی هم یه آدمیه که شاید وسط این دوتاست. به این تو به عنوان یک بازیگر میتونی 100 تا کاراکتر بازی کنی که شاید همشون عصبی هم، ولی هر کدومشون به یک دلیل، یا شاید هم بیشتر. چیزی که توی حریم شخصی هست یه آدمیه که دوچار سنتی و مدرنیته شده، چیزی که توی ایران خیلی زیاده. آدمایی هستن که دوچار مدرنیته شدن ولی یه فرهنگ سنتی دارن که با اون بزرگ شدن. توی این فیلم‌های آخرم که همشون با هم یهو اکران شد، به دلیل اینکه تایم اکرانشون خورد، به همین احساس میکنم. من بالغ بر 17 تا 18 تا فیلم سینمایی بازی کردم که خیلی هاشون کاملا شخصیت متفاوته، اصلا شبیه نیست. امیر رو که ببینید یک شخصیت متفاوته دیگه است. یه فیلم جدیدم روسی که فیلم امیر حسین ثقفیه، امیدوارم سال بعد باش اینجا باشیم کنارتون، یعنی بشه که کنارتون باشیم، بسیار فیلم متفاوت دیگه است. در هر صورت نقش شما خیلی باورپذیر بوده. چطور این نقش رو ایفا میکنی؟ چه ویژگی‌هایی به شما کمک میکنه به کاراکتر نزدیک بشه؟ من کاری که میکنم سعی میکنم زیاد کار نکنم، مثل شاید خیلی از دوستانی که شاید در سال 5 تا 6 تا فیلم کار میکنم. مثلا نمیتونم، به نظرم مثلا نمیشه خلق کرد. اگه بخوای خلق کنی یک شخصیت جدید، باید خیلی فکر کنی. من خیلی تو زندگیم فکر میکنم، واسه همین موهام سفید شده. سعی میکنم از اول بسازم اون چیزی رو که باید. خیلی ها نقش رو به خودشون نزدیک میکنن، من از خودم فاصله میگیرم و یک شخصیتی رو میسازم، مثل سیامک فیلمم، یا مثل امیر در همین فیلم امیر، یا خیلی، یا مثل همین شخصیتی که توی سریال ممنوع است و خب خیلی بازخورد داره، مردم دوستش دارن تو ایران، تو جاهای دیگه دارم کامنت ها رو میبینم، حتی کسایی که اینجا این چند روز خیلی لطف دارن نسبت به این اتفاقات. امکان نداره نقشایی که بازی میکنم شبیه هم بشه، ولی اینو کاملا میگم، اولین بار دارم میگم. ماها چیزهایی رو میبینیم و فالو میکنیم که دوستشون داریم. مرد خشن دوست دارن، بعد میگن تو چرا همش خشنی؟ نه، من کاراکترم واقعا شبیه هم نیست. کسی از لحاظ روانشناسی تو فیلم مستانه مشکل داره، مشکل روانی داره که اون کارو میکنه و ریپ میکنه. یه کسی توی فیلم ملیه، خانم تحمیل میلانی که فکر کنم پارسال اینجا هم بود و بازخورد خوبی هم داشت، ایشون هم اون شخصیت از توی خانواده بزرگ شده و تربیت اشتباه باعث شده که اون اتفاق برش بیفته و اون نقش رو هیچ کس بازی نمیکرد. هیچ کس بازیش نمیکرد. یعنی چیزی که روزی که با خانم میلانی حرف زدم گفتن که این خیلی نقش سختیه هر کسی، ولی من بازیش کردم به خاطر حمایت از حقوق بانوان. با افتخار باز هم اگر نقشه اینجوری قرار باشه بازی کنم که یک قدم کمک کنم به این اتفاق، بازم بازی میکنم. اشکال نداره، بذار من فوش بخورم بشم آدم بد، ولی فکر میکنم درس عبرت خوبی شد برای خیلی.